سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده که حمله موشکی به مواضع داعش در سوریه که سلسله مراتب نظامی و تحت امر فرمانده کل قوا و بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی نیروهای قدس سپاه انجام شده است. صبح امروز وزیر اطلاعات ایران گفته بود این حمله با دستور مستقیم حسن روحانی و بر اساس اطلاعات نیروهای وزارت اطلاعات انجام شده. همکارم حسین باستانی در استودیو با ماست. اختلاف نظر زیاد از یک طرف سپاه میگه اعتبارش متوجه ما هست وزارت اطلاعات میگه متوجه ما هست بالاخره کدوم ببینید بعد از اینکه سه روز پیش سپاه اعلام کرد که مقرهای داعش رو در دیر زور سوریه هدف حمله موشکی قرار داده جمله بندی گزارش کردن این موضوع در اغلب رسانه ها مخصوصا رسانه های اصولگرا به این صورت بود که حمله سپاه به مقرهای داعش خب شما اگه مقایسه کنید مثلا آمریکا اگر حمله میکنه معمولا گفته میشه حمله آمریکا به یک جایی و نه اینکه مثلا حمله نیروهای مسلح آمریکا به مثلا داعش در سوریه یا کجا یک همچین فضایی بعد از اون اتفاق بعد از اون عملیات ایجاد شده بود در سطح افکار رومی و رسانه ها که ما نهایتا شاهد این بودیم که دیشب آقای روحانی در یک سخنرانی گفت که تصمیم این حمله موشکی در شورای عالی امنیت ملی انجام شد گرفته شد و حتی شورا بیشتر از اون چیزی که در عمل صورت گرفت رو تصیب کرده بود برای نیروهای مسلح یعنی بهشون اجازه داده بود که از اونجا جلوتر هم برن به حال در همین حد صورت گرفت آقای علوی امروز صبح وزیر اطلاعات باز تاکید کرد همین مضمون رو که شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته البته یک مقدار در لفظ زیاد روی کرد یعنی به این صورت گفتش که در واقع رئیس جمهور دستور داد به نیروهای مسلح در واقع که حمله موشکی رو انجام بدن حالا یک اطلاعاتی رو هم این وسط عنوان کرد مبنی بر اینکه در واقع شناسایی محل هایی که موشک ها فرود می این توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت ما شاهد این بودیم که ساعتی پیش به هر حال سپاه واکنششون داد سپاه گفته که به هر حال اون حمله که صورت گرفت این در چارچوب سلسله مراتب نیروهای مسلح بوده که تصمیم صورت گرفته و زیر نظر فرمانده کل قوا رهبر جمهوری اسلامی و راجع به به هر حال اون داستان شناسایی محل حمله هم گفته که این هم توسط سپاه قدس صورت گرفته تا این لحظه تا اینجا بحث اومده حالات حالا تا ببینیم بعدا چطور میشه دقیقا عملا داره تکسیب میکنه حرفی رو که وزارت اطلاعات زده از آنچه که در دست وجود داره و آن چیزی که شواهدی که به دست ما رسیده واقعا کدام روایت رو میشه صحیح تر تصور کرد ببینید هر دو طرف یعنی هم دولت هم سپاه چون فقط وزارت اطلاعات که نیست خود آقای روحانی همین بحث رو عنوان کرده بود هم دولت و هم سپاه دارن درجاتی از واقعیت رو میگن و خب یک جایی رو بزرگتر میکنن یک جایی رو کم میکنن واقعیت اینه که این مشخص شده که تصمیم به حمله موشکی به دیر زور این در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده این تردیدی توش نیست در شورای عالی امنیت ملی این تصمیم گرفته شده شورایی که به ریاست رئیس جمهور در واقع هستش اما طبق اصل 176 قانون اساسی تمام تصمیمات شورا بعدا باید به تایید رهبری هم برسه در نتیجه شما هم اگر بگید که تصمیم به حمله در جلسه ای به ریاست رئیس جمهور گرفته شده درسته و همین که اگر بگید که این تصمیم به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده درسته هر دو درسته ولی خب در عبارت بندی هر دو طرف دارن بخشای رو برجسته تر میکنن البته معنیش این نیست که جاهایی که حتی به نیروهای مسلح مربوط میشه در اون جاها فقط یک رابطه‌ای بین مخصوصا در پرونده های بزرگ و فراملی یعنی چیزهایی که به خارج از مرزها برمیگرده نمیشه گفتش که اینها فقط خود نیروهای مسلح با سلسله مراتب فرماندهیشون که نهایتا میشه فرمانده کل قوا هستن که تصمیم میگیرن نه در گذشته اثبات شده که در پرونده های بزرگ شورای عالی امنیت ملی باید تصمیم بگیره مثلا در مرداد 77 اگه خاطرتون باشه طالبان حمله کردن به کنسولگری ایران در مزار شریف و دیپلمات ایرانی رو کشتن در اون زمان موزه سپاه این بود که باید برای عملیات تلافی جویانه نیروی زمینی سپاه وارد خاک افغانستان بشه شورای عالی امنیت ملی که البته خود های نظامی هم در اون حضور دارن نهایتا جنبندی چیز دیگری شد و همون بود که محلی اجرا در مدتی بعد ماجرا 11 سپتامبر پیش اومد که میشه به زمان ما در واقع میشه شهریور 1180 بعد از اون تصمیمی که در شورای عالی امنیت ملی گرفته شد این بود که ایران همکاری بکنه با عملیات آمریکایی علیه طالبان در افغانستان حالا با استدلال هایی مثل اینکه خب طالبان دشمن ما هم بوده از قدیم و خوبه که از بین برن در هر دوتا این پرونده ها اگر که قرار بود سپاه تصمیم اول آخر را بگیره شاید به اون صورت گرفته نمیشد در دوران بعد از 11 سپتامبر حتی نیروهای مثل سپاه در افغانستان به طور غیر مستقیم همکاری کردند با عملیاتی که علیه طالبان انجام شد در نتیجه به هر حال این مسئله همیشه وجود داشته که چیزهایی که برمیگرده به هیته مسئولیت شورای عالی امنیت ملی در این که مسئولیت مشخصش با کی هست و سهم دولت چقدر سهم رهبری چقدر از این بحث ها وجود داشته اگه خاطرتون باشه در همین فقره اخیر مذاکرات هسته‌ای خب از ابتدا مشخص بود و عنوان شد که مذاکرات زیر نظر شورای امنیت عالی امنیت ملی در صورت میگیره اما وقتی که به هر حال برجام به دست اومد وقتی که در واقع پذیرش برجام مورد توافق دو طرف قرار گرفت در اون زمان و از اون زمان به بعد روایت اصولگرایان منتقد دولت این بوده که این چیزی بوده که دولتی ها تصمیم گرفتن شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفته به پای رهبری ننویسید اما در همون شورای عالی امنیت ملی وقتی که تصمیم دیگری مثلا در مورد حمله موشکی به دیروزور صورت میگیره باز همون کسانی که در اون زمان میگن که به پای رهبری نمیسه الان میگن نه ربطی به دولت نداره و ربطی به رئیس شورای عالی امنیت ملی نداره این چیزی بوده که در واقع تصمیم گیره زیر نظر رهبر بوده در مورد وزارت اطلاعات هم به نظر میاد این سردرگمی و اطلاعات سپاه وجود داشته یعنی ما شاهد بودیم که مثلا اسفند گذشته ام ام در واقع مقام هایی در سپاه گفتن که مثلا دستگیری ریگی این کار اطلاعات سپاه بوده بعد وزارت اطلاعات اومد گفتش که نه مشخصا این شناسایی توسط وزارت اطلاعات صورت گرفت و جواب سپاهی هم این بود که یعنی ما جانشین اطلاعات سپاه این بود که خب حالا فرقی نمی کنی که انجام داده در اونجا هم به نظر میاد که این مسئله که مسئولیت هر چیزی به عهده چه کسی هست همیشه خبرساز بوده و هر کسی سهم خودش رو بر تر از سهم دیگری می‌بینه سپاسگزارم حسین باستانی